آقای خمینی که 10 سال قبل از انقلاب حدوداً کتاب ولایت فقیه رو نوشته بود، در ماه‌های قبل از انقلاب یک بار واژه ولایت فقیه رو استفاده نکرد، نه خودش نه طرفداران. در این مفهوم انقلاب رو دزدیدن، در این مفهوم حقه سر مردم زدن، در این مفهوم نگفتن که چه میخوان بکنن. ولی به نیروهای مخالف هم گناهکارن، رژیم شاه هم گناهکاره که نگذاشت کتاب آقای خمینی در اون زمان خونده بشه، نگذاشت بحث آزاد در مورد این کتاب بشه. چرا نبایستی در این کتاب، کتابی که کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی آقای خمینی، درست نقطه مقابل مشروط است در ایران، یعنی برگرفتن حرفای شیخ فضلالله نوریه و تبدیل کردنش به یک مانیفست سیاسی. رژیم شاهی که هر سال مشروطه رو جشن میگیره، رژیم پهلوی که به درستی میگه بسیاری از خواستای مشروطه رو اونها در ایران متحقق کردن، از جمله ایجاد طبقه متوسط، از جمله وارد کردن زنان به عرصه سیاسی، چطور متوجه نیست که این کتاب در اساس با هر آنچه که شما در مورد مشروطه میگی مخالفه؟ ادامه خط شیخ فضلالله نوری آیت خمینی. ببینید نقطه مهم این به گمان من کمتر بحث شده در مورد خود آقای خمینی و بعد خامنه ای و تمام این طیفی که دنبالش هستن، اینه که اینها در واقع تجسم یک ضد انقلاب، کانتر رفورمیشن، ضد اصلاح اسلامی بودن. شیخ فضلالله تجسم کانتر رفورمیشن بود، تجسم تشیع مرتجع بود در مقابل ناینی ها. همون نیروی شیخ فضلاللهی در انقلاب به رهبری آقای خمینی بر طرفداران ناینی حاکم شد. طرفداران ناینی در اون زمان شریعت مداری بودن، حکیم بودن، تقریبا تمام آیات اعظم نجف و بخش عمده آیات اعظم ایران با حرفای آقای خمینی مخالف بودن، گفتن اینا از کجا در آوردی، این ترکیب شاذه. ولی بردن برای اینکه آقای خمینی دقیقا برنامه داشت، حرفش رو دقیق زده بود، بعد تشکیلات برای این کار درست کرد. و در مقابلش از یه طرف رژیمی بود که فکر میکرد اینها رو میتونه ازش به عنوان ابزار بر ضد کمونیسم و بر ضد مصدق استفاده بکنه، و یه طرف دیگه هم نیروهای مخالف شاه بودن که واقعا در جهل بودن در مورد اینکه خمینی و فکر خمینی چی میخواست.